باری اینها آمدند و جنگ قادسیه شد و این رستم فرخزاد یا فرخ‌هرمز اینا شکست خوردن. فکر نکنید حالا یک شب ایران تسخیر شد اینا، با اینکه فرماندهی نبود. حتی در جنگ نهاوند یک پیرمرد 70 و چند ساله فرماندهی سپاه رو به عهده گرفت، کسی نداشتن دیگه ساسانیان. یک جاره میگرفتند ولی مقاومت های محلی و شهرهای ایران مقاومت میکردند. اگه قرار بود همه تسلیم بشوند که باید همون سال اول همه تسلیم بشوند، نزدیک 80 سال طول کشیده تا این یکی یکی این شهرهای مملکت رو گرفتن، به خصوص مقاومت های عرض میکنم که شمال، خراسان، گرگان، مازندران، اینها حیرت انگیز بوده. فاصله بین عرض کنم که جنگ قادسیه که فاصله هم نداشته است با تیسفون یا مدائن که جمع مدینه است یعنی شهر، چند هفت حصار در هم بوده و چه بیزان زیبا بوده، پایتخت ساسانیان بوده است و اینها، 2 سال طول کشیده. به محض یک پیروزی نصیب میشد عمر میگفت همونجا بمانی تا باز سپاه جمع آوری کنه، تازه نفس بفرستن، طرحهای جدید باز حرکت کنن. 2 سال طول کشیده در قادسیه که همین نزدیکی های عرض میکنم مرزهای ایران هست تا اینها برسن به عرض کنم که شبه که جنگ قادسیه اتفاق افتاد. داستان طولانی است این جنگ قادسیه که این رستم چقدر تعلل میکرد و گفتگوها میشد بین این رستم و اینها. اینا در تاریخ هست واقعا، این نمایندگان عرب می آمدند و می رفتن و نمایندگان رستم و اینها و ایرانیان به چه تحقیری نگاه میکردند به این اعراب با این قیافه ها و این لباس و اینها و این نیزه های دوکی و نصف بیشترشون هم پیاده و اینها در مقابل حشمت عرض کنم که امپراتوری ساسانی. اینها قصه هاییست که در کتاب هست. باری جنگ قادسیه منجر به شکست شده. در اینجاست که سرنوشت ایران رقم خورده. ما جنگ بسیار داشتیم، عرض کنم اسکندر مقدونی به مملکت آمده، عرض شود که دیگران بودن، روزگار قدیمتر جنگ های بین ایران و بابل و اینها و جنگ های بعدی مغول ها آمدند و غیره و اینها. 2 واقعه خیلی اهمیت داشته. یکی واقعه مغول بوده که در حقیقت مدنیت رو سرنگون کرده و کل مدنیت منطقه رو حمله مغول به انحطاط برده. دوران ما دنباله دوران انحطاطی است که روزگار مغول آغاز شده است. اما این قادسیه یک جای خاصی دارد به لحاظ اینکه اینها با ایدئولوژی هم آمده بودند، نه تنها هر سبت که شمشیر، که یک دینی هم با خودشان حمل و نقل کردن. و وقتی نگاه میکنیم به قیافه این آخوندها واقعا ضد عقل قیافه شون، اصلا ظاهر اینا ضد عقل عرض کردم. اینا از همون گنداب قادسی، از این ننگ قادسی بر پیشانی ما مانده است تا جاودان و ایرانی هرگز فراموش نخواهد کرد. همه شکست ها رو فراموش کرده جز این داستان قادسیه. و این فراموش شدنی نیست، این دوستی میان ایرانی و این دوستان اونسویه عرض کنم رجده و فرات هرگز دوستی نخواهد بود. این کینه و این دشمنی برجاست و آثارش هست و نمایندگانش هنوز هستند و این عرض کنم نکبتی که نازل شد به سر این ملت همچنان ادامه دارد و بسیاری از ما البته کاسه از آش داغ‌تر شدیم در این ارتباط. خب هر شبت که تو همین مقدار رو هر شبت که بهتر است بگویم و یک مصطلحات غلطی هم بعض هموطنان به کار میبرم، میگم فرهنگ اسلام. آقا عربی که راه افتاده از مدینه، آقا فرهنگ داشت مگه؟ بین همه این عرض میکنم اهالی مدینه شاید 10-15 نفر خواندن نوشتن بلد بود، مگر فرهنگی در قرآن هست؟ شما نگاه کن ببینید در این قرآن چه فرهنگی رو حمل می، آیا ما خوندیم، آیا عمل کردیم، آیا اساسا نگاه کن ببینیم چه هست. این مصطلحات رو 4 تا از این مستشرقین کم سواد حوزه های پاریس و غیره برای ما تراشیدن، بقیه هم دست گرفتن. تمدن اسلامی، کجای این تمدن اساسا اسلامی بود؟
تمدن اساسا یعنی چه؟ مگر تمدن گسترش علم نیست؟ مگر فلسفه نیست؟ مگر نجوم و ریاضی نیست؟ اینا از اسلام آمده. اسلام نتوانسته این یه سوم و یه دوم و این چیزایی که راجع به عشق با هم جمع بکنه. جمع بکنی از 100% بیشتر. ریاضیدان بودن اینها یا مغول ها که آمدن از نمیدونم سواری گوبی و چنگیز خان و اینها، اینها هنرمندان بودن و داشتن تمدن می آوردن. تمدن مغولی، تمدن اسلامی، اینها اینا لغلغه زبان و اینها مهملات از چیزی به نام تمدن اسلامی ما نمی شناسیم. این از این از کنم که وحشی های بیابان ها به هر گاه حمله کردن به یک جایی، خب طبیعتا این دیوار بین تمدن ها رو بر می داشتن، اینا به هم متصل می شدن. مدنیت های قدیم سابقه تفکر، سابقه علم، سابقه معرفت بود که این تمدن رو به وجود آورد بعد از اسلام تا قرن چهارم. اینها اگر آثار ارسطو نمی بود، اگر آثار بقراط و سقراط نمی بود، آثار افلاطون نمی بود، آثار نمیدونم تالس نمی بود و ارسطو که ریاضیدانان، فیثاغورس، اقلیدوس، اینا چه تمدنی به وجود می آمد؟ اساسا این بزرگانی که بودند در یک دوره کوتاهی هم بودند و اینا مثل ابن سینا و دیگران، اینا رو شارحین ارسطو میگویند. علم اینا که از قرآن نبوده، که از اسلام نبوده، اسلام علمی نداشت که هنوزم نداره. شما شنیدید مثلا فلان دانشمند بزرگ از عربستان سعودی از بین الحرمین به دنیا اومده، از برکات اسلام نبوغش سرکشی کرده، شده بتهوون یا شده نمیدونم نیوتن. در یک روزگار یه چهار تا خلیفه بودن، اینا شب تا صبح شراب میخوردن، آدمایی بودن با سعه صدر عرض میکنن کاملا سکولار، اومدن چند دارالحکمه درست کردن، آثار ترجمه کردن، بیشتر اینم ترجمه میکردن، هیچ کدومشون عرب هم نبودن، بیشتر آسوری بودن و مسیحی بودن و اینها هست نام هاشون. اینا ترجمه کردن، مردم ایران هم تشنه بودن، طبقات هم به هم ریخته بود، عرض کنم که آمدند و این علوم گسترش پیدا کرد، چند دانشمند هم پیدا شد. تمدن اسلامی، هنر اسلامی. آقا چه هنر اسلامی؟ آقا خجالت آوره که مگه اسلام هنر میشناسه؟ سرداران اسلام که هر روز دارن هنرهای جهان رو محو میکنن و محو کردن هنرهای جهان رو، هر جو دستشون رسید هنرها رو از بین بردن. حرام هنر آقا در اسلام. حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم یه انگشتر خدمتشون تقدیم کردن، یه نقش روش بود، گفت یکی از همین رفقا گفت یه چاقو بده ببینم این نقش رو پاک کرد. هنر اسلامی یعنی چه؟ هنر مغولی یعنی چه؟ فلسفه اسلام، آخه اسلام مگه فلسفه داشت؟ کجای اسلام دارش فلسفه تفکر عمیق هست؟ شما این قرآن بخونید کجاش عمیقه؟ چه چیز عمیقی شما دیدید؟ نه، اینا رو شما با عقلتون نمیفهمید. اگر در یک جایی بودی که بود به شما گفت با عقلت نمیفهمید بفهمید، پس با کجام باید بفهمم؟ مگر برای فهم پدیده جز عقل در این جهان هستی هست که من با اون بفهمم؟ قوزک پا با تحالم بفهمم؟ به روده بزرگم؟ یک دستورات ساده است برای اعراب ساده بیابان های گفته شده، هنوزم همون هست.